هفتمین روز دی ماه برابر با 28 دسامبر سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، تشکیل نهضت سوادآموزی بنا به دستور آیت الله خمینی. در این فرمان به همه مردم ایران توصیه شده بود که در این نهضت شرکت کنند و در تلاش برای باسواد کردن افراد بیسواد بکوشند. سال 1153 خورشیدی برابر با 1774 میلادی، کشف اکسیژن توسط جوزف پریتسلی، شیمیدان انگلیسی. اکسیژن گازی بیرنگ، بیبو و نامرئی است که نزدیک به نیمی از اتم‌های جهان را شامل می شود. پریتسلی از گرما دادن اکسید جیوه قرمز به وجود اکسیژن پی برد، اما به اهمیت آن واقف نشد و بعدها دانشمندان دیگر آن را اکسیژن نامیدند. اکسیژن نقش مهمی در حیات آدمی ایفا می کند، چرا که به هنگام تنفس به درون بدن می رود و با غذا ترکیب می شود. حاصل این عمل تولید انرژی است که در راه زنده ماندن و کار کردن مصرف می گردد. اکسیژن موجود در هوا باعث می شود اشیا هنگام گرم شدن بسوزند. حتی بدن انسان از سوختن خفیف اکسیژن نیرو می گیرد و توان کار پیدا می کند. هیچ شیئی بدون وجود اکسیژن آتش نمی گیرد و با شعله ور شدن شیء گازهای حاصل از آن با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می شوند که در نتیجه نور و روشنایی به وجود می آید. سال 1274 خورشیدی برابر با 1895 میلادی، به نمایش در آمدن اولین فیلم جهان در پاریس و سالگرد ایجاد سینما. اختراع سینما مربوط به اواخر قرن 19 می شود که اولین نمونه فیلم یا تصاویر متحرک به وسیله ادیسون، مبتکر معروف آمریکایی، ساخته شد و او این اختراع خود را در آمریکا به ثبت رسانید، ولی آن را تعقیب ننمود و به کارهای علمی دیگر پرداخت. در این زمان یک مخترع فرانسوی به نام لوی لومیر این فکر را دنبال کرد و چند صحنه از وقایع روزمره و نمایش‌های کوتاه کمدی را فیلم برداری نمود. او این فیلم را در یک سالن کوچک زیرزمینی در پاریس به معرض نمایش گذاشت. این نمایش با استقبالی فراوان روبرو شد و طی چند سال نخستین سالن‌های سینما در پاریس و لندن و نیویورک شروع به کار کردند. ولی فیلم‌هایی که طی این سال‌ها به معرض نمایش گذاشته می‌شد، ترکیبی از نمایش‌های کوتاه و صحنه‌های زندگی روزمره یا مناظر طبیعی به صورت صامت و بی‌صدا بود و سینما در سالهای قرن بیستم رونق بیشتری یافت. در سالهای بعد دستگاه‌های پیشرفته برای ضبط و نمایش آثار سینمایی ساخته شد و به تدریج سینماهای متعددی با استانداردهای نوین در تمامی کشورها دایر گردید.